هنوز این ساختمون نیومدن به من امر و نهی میکنن. مراسمی براتون بسازم، خودتون کیف کنید. اون ها دیگه آنجا خوبه شما خوبه بفرمید. چیکار داری میکنی؟ نمیدونم چند. دارم شمارشون رو میکنم. کاش خودمون رفته بودیم دنبال دست کلا. شوهر تو رو بگو ماهی جون. این کارا مردونه است. با شوهر من این ریختی حرف میزنه؟ حالا شمارشون رو بگی ببین میتونی پیداشون کنی؟ سبد رو بکن! گوی میکشه بیرون! خب از سبد بگو! نمیتونی؟ بگو این چوب رو بگیر. چوب رو بگیر. بیا گرفتم. بفرمایید. یواش. بابا یواش. وایس نکش اونقدر میزنیش میگه بگیر. آبرمون بردی. آره. من اینو میشناسم. یه حسودی که دوم نداره. خب بجیب گوشی. بله. تو اینجایی؟ همه چیز آماده است یا نه؟ شما خیالتون راحت راحت باشه. بفرمایید به مهموناتون برسید. پس این مجری کجاست؟ داره خودش حاضر میکنه. شما چرا انقدر هرس میخورین؟ از اکرم چه خبر؟ میاد یا نه؟ زن شماست. از من میپرسین؟ زشت جلوی هیئت مدیره. بفرمایید تو سالن. داشتم میگفتم. بجام. نمیشد آخه ما یه چیز کوچیک‌تر از این بگیریم؟ بله ما بعد همه گنده‌تر بشه. ولی بریم. بودو. بودو بیاد بیا. یادی که بگی چی با؟ من مدیر عامل هم از بیا. من چی با بل میکنم میرم ها؟ خواهی تو اون سره داری بریم. ایوا مراسم شروع شد. خاک به سرم، ما هنو بیرونی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام خانم ها و آقایان محترم، وقت شما به خیر. دقایق بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. به افتخار خودتون لطفا دست بزنید. همونطور که میدونید امروز جشن سالگرد افتتاح مؤسسه وزین، بزرگ و ناماشنای خدمت اندیشان خدمت محوره و همه ما با خدمات این مؤسسه بسیار دوست داشتنی آشنا هستیم که واقعا سرمنزل و سرمقصود همه کارهای خدماتی بسیار خوب بوده در عرصه‌های مختلف اقتصادی. عرض کنم حضورتون که برنامه متنوعی رو برای این جشن سالگرد برای شما در نظر گرفتن برگزار کنندگان این مراسم. پیش از حضور جناب آقای مطلبی به افتخارشون خواهش میکنم. مدیرعامل محترم این مجموعه و این مؤسسه بزرگ و سترد، میخوام شعری رو از حافظ شیراز تقدیم حضورتون میکنم. حافظ شیرین کلام میفرمایند که با جان خودشون این شعر رو گفتن و به جان ما هم میشینه و انشاءالله که در حافظه شما هم قرار بگیره. هر سکنم حضورتون که این مشکلات پیش میاد و فراموش کردم شعر که بخواستم خدمتون تقدیم میکنم. بعد من یک شعر لطیفتری رو تقدیم حضورتون میکنم که میفرمایند به کشتی گرفتند براویختن ز تن خون و خوی را فرو ریختن. نبرد دست سهراب چون پیل دست، براوردش جای و بنهاد پست. یکی خنجر آهون برکشید، همی خواست از تن سرش را برید. دعوت میکنم از جناب آقای مطلبی که تشریف بیارن به روی سن. جناب آقای مطلبی تقاضا میکنم به افتخارتون. خوب بود، راضی بودید. برام آن که ما را مایه جان داد، تن بیمایه ما را قبا ماند. بنا بخورم. شما دوتا معلوم از کجایی؟ نقصو درست کن. ریختشون نگاه کن چه این شکلی شدی. گل چی شد؟ گل بالاست. بعد همین که شما نخندید میخواییم ما بخندیم. ماشی خوبه سواشید اومدی اینجا با ممانت اومدیم. خب
میشستین جلو. ما میشستیم جلو. وقت جفتمون دعوامون میشد شما میادین بیشتر میخندیدین. بچه هم خود دعواشون. برای عقب وایسادیم که هیچکی نتونه بخنده. بله. بادم بخوریم. خیلی خوب. بریم برای تو مرزتشون نشده بریم کجا؟ بیام بریم یاد بزنین سر و صورتتون نگاه تو رو خدا با این ریخت و قیافه میخوام بیام برم انگار نه انگار قراره با مدیر عامل این شرکت فامیل شیما بیام بریم باش میگه بریم مؤسسه سرمایه گذاری نیک‌اندیشان خدمت محور با هدف مشاوره دادن به اعضا جهت سرمایه گذاری در شرکت‌ها و کارخانجات خارجی در خارج از کشور سال گذشته در چنین روزی تأسیس شد. با رشد روزافزون استفاده و بهره‌وری از اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای عموم و به پیامد آن سوء استفاده از این پدیده توسط شرکت‌های هرمی ما بران شدیم تا برای اولین بار عنوان یک نهاد مردمی و خودجوش مرکزی رو دایر کنیم تا با دادن مشاوره و اطلاعات واقعی به اون مردم دیگه شاهد اون نباشیم که افراد شیاد و سودجو مال و سرمایه های شما رو چپاول و غارت کنند. داشتم خدمتون عرض میکردم که مؤسسه سرمایه گذاری نیک‌اندیشان خدمت محور با درایت هیئت مدیره و اعضای محترم بعد از یک سال اکنون با بیش از 100 سرمایه گذار معتبر امروز در اوج محبوبیت و اعتماد در قلب تک تک شما حضور داره و همچون نگینی درخشان در عرصه اقتصادی میدرخشه و حرف اول و آخر میزنه. باعث خجالته، واقعا باعث خجالته. من این همه برای شما جلسه گذاشتم، این همه برای شما حرف زدم، اینه جوابش؟ اینه جوابش؟ حالا من توی جلسه هیئت مدیره چجوری سرمون بالا کنم؟ اون از مجری، اون از پذیرایی، اونم از آدامسایی چسبیده شده به صندلی. آقای مدیر من آقای مدیر بیا آقای مدیر آبروی که ریخته شد دیگه نمیشه جمعش کرد. سلام. بابا بابا مبارک باشه ساختمون جدیدتون. خیلی ممنون فرمایش. ببخشید حاج آقا شما جواب درخواستمون رو ندادید. من که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم پیش فروش زمینای کره ما واقعیت نداره و بیشتر شبیه یک کلاهبرداریه. اونم تو روز روشن. ببخشید ما از یه شرکت اینترنشنال نمایندگی داریم. بله. بعد شما واقعا فکر میکنین که برای یه شرکت عظیم خارجی این ماجرا that's really impossible یعنی واقعا برای اونام نه؟ داخلی یا خارجی بودن قضیه برای ما هیچ فرقی نمیکنه. ما توی این مؤسسه وظیفه داریم اطلاعات دقیق در اختیارمون بذاریم چون سرمایه اونا پیش ما امانته. ما نمیخوایم خدایی نکرده اتفاقاتی مثل فروش الماسای باد کرده یا اون دانشگاه های قلابی دوباره تکرار بشه. ولی ما رو سرمایه گذاری مؤسسه شما رو این پروژه حساب باز کردیم. عجب. مطمئن باشید نه من نه هیئت مدیره هیچ کدوم موافق نیستیم سرمایه اعضامون رو به این راحتی دور بریزیم. بله خب آجا خواهی یه فرقی بین ما و غریبا باید باشه. ما داریم با فامیل میشیم. بعد خدمتتون عرض کنم در رابطه با پیش فروش زمینای کره ما یه عده از ما مشاوره خواستن. ما هم داریم یه سری تحقیقات انجام میدیم.
مطمئن باشید اگه غیر قانونی بودن این قضیه ثابت بشه، ما اسناد و مدارک رو در اختیار قوه قضاییه قرار میدیم. ضمن اینکه شما با دیگران هیچ فرقی برای ما ندارید. آخیش رفت. خود بین ماهی دستم پریدی. اما پسر تو قلاب هم اسیره. دریا، من واقعا دوست دارم که چند تا بچه اول اون حتما همشون از دم دختر بشن. چند تای اول؟ آره البته بگم آخری به نظرم حتما باید پسر بشه. ببین پسر باید یکی یه دونه تتقاری باشه، شیرین باشه، مثل خودتون. آره دقیقاً. شایان تو منو از دانشگاه کشوندی اینجا که اینا رو بگی، فعلا که تو خواستگاری اومدنش هم موندی. خب میام، اول باید بابامو راضی کنم میام. خب پس کی میام؟ هر دفعه داری همینو میگی. به خدا من بو ترشی گرفتم آخه. خب چیکار کنم؟ اول از همه باید بابام راضی کنم. تا بابام راضی نشه که نمیتونم بیام. خب ببین چی میگه، حرف حسابش چیه؟ نکن از من خوشش نمیاد ها؟ نه واقعیتش نمیدونم چه جوری بهت بگم. میگه که بابای تو دزد و کلاهبرداره. بابای من دزد و کلاهبرداره؟ آره میگه هم بابا دزد و کلاهبرداره، هم شوهر خالت دزد و کلاهبرداره. میگه من نمیتونم حالا بعد از یوم آبروداری بیام خواستگاری دختری که هم باباش دزد هم کلاه داره. بابای من دزد و کلاه من برداره. من که نمیگم بابام. هر دفعه داری همین رو میگی. چرا؟ دریا وایس. خلاصه جاتون خیلی خالی، همه از دیدن ساختمان جدید مؤسسه شوکه شده بودن. جریان آدامسا چی بود؟ آدامس؟ کدوم آدامسا؟ آدامسا و هیئت مدیره و چه میدونم همین حرفا. آه پس کلاغه زودتر خبرها رو آورده. اون کفگیره بده ببینم بابا جون. چرا غذا نمیکشی مادر جون؟ داشتم فکر میکردم اگه الان یه نفرم روبروی من نشسته بود نگاش میکردم، همچین اشتهام باز میشد واسه تون دلوپی غذا میخوردم. بفرمین حالا دلوپی غذا. خدای نکرده اگه زن من اینقدر شبیه شما بود که کلن دیگه غذا خوردن رو میذاشتم کنار. حرفاتو زدی؟ حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. چیزی که میگم آویزه گوشت کن. من خواستگاری بیا نیستم. بابا من دامادم، شما ناز دارین؟ این همه دختر بابا جون، تو هم کلاسیات، تو در و همسایه، فک و فامیل. بگرد یه خانواده دارشو پیدا کن. من فقط دریا رو میخوام. دریا به درد تو نمیخوره. بگرد دنبال برکه‌ای، ساحلی، آب باریکه‌ای. من شریک زندگیمو انتخاب کردم، اسمشم دریاست، نه برکه، نه هیچ چیز دیگه. خیلی خوب دیگه، شما باز دوباره شروع کردین اونم سرشا. سوسن جون من اصلا جایی تو بودم پول واسه یه طلا نمیدادم که، میمادم زمینایی که داره تو کره ماه پیش فروش میشه اونا رو میخریدم. ببین با سفینه میری با سفینه میای. او چی؟ اصلا اونجا جون میده واسه زندگی. خب معلومه که سفینه بهتر از ماکسیم هست. ببین پوست نمیدونی، ببین میگم پوست نمیدونی چه جوری میمونه اونجا، اصلا چروک نمیشه. چی؟
اصلا من دیروز مطلبی داشتم میخوندم تو روزنامه، نوشته بود که یعنی یه دکتری در واقع تحقیق کرده بود، گفته بود اونجا اصلا هم جوون میمونه، پیر نمیشه هیچ وقت. جون تو جوابشو به من میدی؟ باشه قربونت برم، من منتظرم. قربانت، خدافظ. خدافظ. آیچو ببر اینه. من فکر بگم که این آقای شایان داماد ما بشه، ما به راحتی میتونیم بیزینس کنیم، این تجارت بدون هیچ خطری. این آدمی که من دیدم، میترسم اگه فامیلمونم بشه باز بر علیه ما پرونده سازی کنه. امکان نداره، اینو اصلا امکان نداره. اون به خاطر پسرش هم که شده تبلیغ پروژه ما رو میکنه. من اینم میترسم مثل این فیلم هندیه چی بود، ویجی. آره ویجی بود دیگه، در برابر قانون جلوی پسرش وایسه، یادته؟ خانم این حرفا فیلم هاست، بعد اونا هندی هن، ما ایرانی هستیم، ارتباط داره با هم دیگه. چی میدونم والا. دختره پر رو، هرچی بهش کم معلی میکنم بازم پا میشه میاد اینجا. بابا جون من، بابای اون دختره با اون باجناقش هر دو سابقه دارن، کلاه بردارن، شیادن، میفهمین؟ اینا میرفتن تو زمین های مردم بدون اجازه شروع میکردن به ساخت و ساز، وقتی صاحب زمین مطلع میشد ازشون شکایت میکرد. اینا میرفتن یه دونه وکیل میگرفتن، پول درست حسابی بهش میدادن، اون زمینو با قیمت نصف براشون میخرید. بازم بگم؟ بگی هرچی دلتون میخواد بگی. اینا اینقدر سودجو و منفعت طلبان که به هیچ کس رحم نمیکنن. تازگی ها برداشتن یه کار دیگه کردن، زمینای کره ما رو خورد کردن، 200 متری، 500 متری، 800 متری میفروشن به خلق الله. بابا حرف شما درست، حرف شما متین. بابای دریا دزده، کلاه برداره، اصلا هرچی. من که نمیخوام برم با باباش زندگی کنم، میخوام با دریا ازدواج کنم. من میگم امشب وقت مناسبی برای این حرفا نیست، بذاری واسه یه وقت دیگه. ما داریم از سر شب با هم دیگه بحث میکنیم اکرم، اون وقت تو میگی بذار واسه یه موقع دیگه. ای بابا چیه؟ چیه چیه؟ بفرمایی. من چیزی دستم نیست، چی رو بگم بفرمایی؟ آقا هیچی، ولش کن، غلط کردم. چیشو ول کنم؟ بگو دیگه. هوشنگ اینقدر رو اعصاب من لیلی نکنه، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. مگه یه جا وایسا دیگه. بگو. مگه ما دختر دمه بخت نداریم؟ چرا؟ چطور؟ چرا دختر ما نباید عروس مطلبی بشه؟ میگم یه رفتن باره برای چی؟ جلسه گذاشتن؟ چه کار داری به حرفای زن شوهری؟ خب به حرفای زن شوهری وقتی معرفی میرم بزنن؟ راست میگه، هی من میگم پاشیم بریم، شما پاشیم نمیدن. پاشیم بریم. گوش کن. چه؟ هیچ کوک میزنن. بابا میشنون بعد دیگه بشنون. اونا یه خیلی عرضه داشت که الان عروس اونا شده بود. بابا دستی دستی داره به خاطر لوسبازی های این دختره بیزینس ما به خطر میفته. ببین من مطمئنم اگه پسر دختره رو میخواست الان پاشنه در خونه خواهر منو در آورده بود. ببین ماهی نمیشه، میدونی؟ دریا با پسره با هم توی دانشگاه درس میخونن، با هم هم کلاسن، هم علاقه دارن. ویلکون تو ما میکنیم کنیم نام هم نیارن. آی صاحب خونه جان اومدیم، ما رفتیم، این پچه بذاریم مثل بعدن، الان میاییم خدمتتون. بابا من میخواستم بگم که خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم شایان، دارم جلوی مادرت این حرفا رو میزنم. اگه تصمیم گرفتی با این دختره ازدواج بکنی این کارو بکن، تمام خرج و مخارجتون رو میدم، هزینه های زندگیتون هم تامین میکنم. فقط یه اما داره. اما داره؟ دیگه قید منو تو زندگیت بزن، چون نه خواستگاریت میام، نه تو مراسمتون شرکت میکنم، نه دیگه میخوام ببینمت.
بابا من میخواستم که چقدر نظر و نیاز بابا. چقدر دوا درمان 14 ماه آخه من جواب ننه بابامو چه بدم آخه این زنه گیر من آمده قادر آخرون هست قادر بمیره سیاه بس سلام حاج آقا سلام خانم سلامی حالتون خوبه؟ چی شده دوباره؟ والا این برادرزاده من باز با زنش دعوا گرفته گفتم بیام دست به دامن شما بشم ای بابا اینا هم که شدن مثل خروس جنگی صبح و شب به هم میپرن دیشب هم صداشون تا بالا میومد حاج آقا اگه شما صلاح بدونی قبول زحمت کنیم بزرگتری کنیم یک کمی قادر ما رو نصیحت کنید اگه شما میفرمایید چشم ولی اگه مسئله خانوادگیه که شما مثل پدر مرحومش میمون تو رو خدا باش حرف بزنید خیلی خوب بهشون بگید بیان توی ماشین تو در همسایه خوبیت نداره باشه چشم خیلی من تو همه چی بدبینی همه چیزو داری منفی میبینی من فقط مرگ خودمو نمیدونم چیه پس بشه این زن و شوهر خیلی مشکوک شد سوگندو ندیدین همش داشت سرک میکشید و آمار میگرفت دختره بی‌تربیت همینجوری سرش رو انداخت پایین و رفت بالا میدونی این گوش راست هم بره وزوز میکنه انگار دارن غیبت باره میکنه شما پدر و دختر ویلکن هم نیستینا من از خواهرم خیالم راحته چیزی که نیست اگرم چیزی باشه زیر سر هوشنگ خانم هرچی هست زیر سر اون سوگند خانومه اون دختر خاله حسود منو اصلا چشم نداره موفقیت خانواده ما رو ببینه تو یکی همچه دستی کمی از دختر خالت نداری یا؟ وا مامان به خدا خیلی بی‌انصافی ها میدونی این پلک چپم داره همچین میزنه اینا دارن واسه ما نقشه میکشن خوبه تو هم هرچی کج و پولگی و تکون و اوراقی داری بنداز گردن خانواده خواهر من آخه برادر من پسر من شما از وقتی تشریف آوردین تهران یه شب در میون داریم با همدیگه دعوا میکنین این خانم جای خواهر من دو نفسه است والا به خدا این مشاجرهایی که شما میکنین برای این بچه ضرر داره این طفل معصوم چه گناهی کرده؟ آخه کدام بچه؟ کدام طفل معصوم؟ دارم از دست ایزد دیوانه میشم خیر سرمان بعد کلی دوا درمان بعد کلی نظر و نیاز آمدیمان تهران نظر خدا برگشت خانوم باردار شد اما کو بچه؟ تو چرا اینقدر عجولی عزیز من؟ هر چیزی زمان خودشو داره این بچه باید 9 ماه رشد کنه تا به سلامتی به دنیا بیاد ای قربان نفسی گرمت جای خواهرتون باشه الان 14 ماهه که باردارم اما بچه بیرون بیا نیست که نیست چطورم بود میزایید بعد 14 ماه مهندس 14 ماه؟ اینو با دکترش در میون گذاشتین یا نه؟ هرچی میکشم از دست او دکتر علفی نامرده دست رو دلم نذارید که خونه یعنی چی؟ آدرسشو داری یا نه؟ آدرسشو دارم خیلی خوب شما همینجا بشینید من لباسمو عوض کنم و بیام بفرمایید چیکار داری میکنی؟ من پایین بیا نیستم خودتونم میدونین ریختین دختره رو نمیتونم تحمل کنم بی خود خودتون ناراحت نکنید من خیلی وقت رفتم بهتر سوگند خانم داری به خواستگار دختر خالت حسادت میکنی؟ من که حرف از خواستگار زدم؟ چیزی که زیاده شوهر خب البته شوهر داریم تا شوهر اگه من یکی از اون خوباشو سراغ داشته باشم چی؟ من قصد ازدواج ندارم مامان خانم دیگه اینقدر جلوی من شوهر نکنی حالا اگه این از اون شوهرایی باشه که دریا از حسادت بترکه چی؟ از حسادت بترکه؟ منفجر بشه سراغ داریم؟ این دکتر علفی رو کی به شما معرفی کرد؟ یکی از آشناهامون داد ما زیاد دکتر رفتیم زیاد دوا درمان کردیم اما خدا بشمون بچه نمیداد تا اینکه یکی از همبلایتی هامون آدرس دکتر علفی را به ما داد دکتر بشش داروی گیاهی داد نظر خدا برگشت و ما بچه دار شدیم خب بعد از این اتفاق شما با دکتر دیگه مشاوره نکردیم؟ نه دیگه باورمان شده بود که کاری از دکترها بر نمیاد
ما هر وقت پیش این دکتر علفی میرفتیم و کلی خرج میکردیم آی مهندس. آخه چطور ممکنه این همه زمان گذشته باشه ولی بچه هنوز به دنیا نیومده باشه؟ ما بارها به دکتر گفتیم، کلی هم خرج رو دستمان گذاشت، درسته؟ آره آره. دکتر هر وقت معاینه میکرد میگو بچه سالمه، ولی هنوز وقتش نشد. آخه این وقتش کی میرسه؟ 14 ماه. ها ها همینجاست، امروز از پیشش بودی. خیلی خوب، بریم ببینیم حرف حسابش چیه. نمیشه من نیام؟ دوباره شروع کردی؟ خود چه کار کنم، ازش میترسم آقای مهندس. تو رو جان او پسرت قادر راضی بکن من نیام. از چی میترسی خواهر من؟ بریم ببینیم چی میگه. مهندس خودشه، دیدی؟ دیدی؟ مواظب رستم من باش، سر من بیا. آدم نسبتا محترم که داری ادای آدم های چیستامو در میاری. من این داروگیایی رو به هر کی که دادم زرتی حامله شده. اونا که از این دارو استفاده کردن الان بچه هاشون هم قد قواره تو هستن. اما نداره، من در رابطه با باردار شدن یا نشدن با این دارو جوابگو هستم. دیگه در اومدن و در نیومدن بچه رو که دیگه من گارانتی ندادم. خیلی خوب، حالا شما یه مقدار از این داروی گیاهی در اختیار ما بذار، ما نشونه چند تا متخصص بدیم تا اونا هم نظرشونه بدن. تو مثل که حرف حساب حالی نیستا، با زبون خوش میری بیرون یا با لغت بنزن بیرون. بیرون تا حالا مراقب با بچه باش. من زبون چی بینیم؟ ما با حال نداریم، مراقب باش، مراقب باش، مراقب نباشه میخوای چی کار کنی؟ آقای دکتر دردم به جانت، شما چرا خونتون رو کثیف میکنید؟ حالا دیگه بینیم واسه من آدم میاری، میخوای جفت گوششو ببرم بذارم کف دستش؟ آرام باش، زندورش هم وایستادم. مرد حسابی من که چیزی نگفتم، من که بهت توهین کردم. نخه بفرما بزن تو گوشم، بفرما توهین کن. اصلا تو کی هستی که اون آدمات بخوان به داروی من نظر بدن؟ سر یه خانم باردار اینجاست، وگرنه بهت نشون میدادم. چی کار می‌خواستی بکنی خانم؟ نه چی کار می‌خواستی؟ حالا منو نکنی نه، شما به کار دام برسی. به کش کنم اینو قادر. برو کنم اینو. گوت گرفتی؟ باورم نیست که دریا که دریا بی موج است، دریای خروشان من، دریای خروشان من چرا خاموش است؟ خدا بزرگی کمتا نکنه. ولی اینجوری خیلی بچید، میترسم خانم سلامی از ما برنجه. شرمنده روشیم به خدا، او تفلکی از دست دعواهای ما سکته نکرده خوبه. بابت او دکتر علفی هم که گازتان گرفت شرمنده هم. مهم نیست، مهم اینه که تونستیم یه مقدار از اون داروی گیاهی از اون عطاره بگیریم. من فردا این داروی گیاهی رو نشون یکی از آشناهامون میدم، بعدم یه وقت ملاقات میگیرم از یه دکتر متخصص که شما برید پلوش. دستتان درد نکنه آقای مهندس، خدا خیلی دام بده. دستتان درد نکنه، خیر پیش بریم. اما جان بالاخره چیزی سر در آوردی یا نه؟ مخلوط 4 نوع گیاه آرام بخشه. یعنی هیچ کدوم تو باروری مؤثر نیست؟ تنها خاصیتی که این گیاه ها ندارن در رابطه با بارداریه. این علف ها که آسیاب شده واسه کلیه و معده هم تجویز میشه. البته بیشتر به درد آدم های پرتنش میخوره که دم کردش رو بخورن، چون بیشتر آرام بخشه. ولی یکی از این گیاه ها رو نتونستم شناسایی کنم. ببینم امکان داره از سرکیب همین گیاه با بقیه اون خانم باردار شده باشه؟ همچین چیزی امکان نداره.
سلام جناب آقای حاجی، حال شما چطوره؟ دخترمه، اسمش گواه زندگی من سوگم، آشپزی خونه داری پدر شوهر دوست، اصلا کلن خانواده شوهر دوست. اگه در رابطه با پیش فروش زمیناتون توی کره ما تشریف آوردین، باید خدمتتون عرض کنم که ما داریم توی این زمینه تحقیق میکنیم. به محض اینکه تحقیقاتمون به پایان رسید، اونا رو در اختیار هیئت مدیره قرار دادیم. موفق باشید. آقای مطلبی، شما با همه مراجعه کننده هاتون اینطوری رفتار میکنید؟ بفرمایید بالا. خواهش. حاج آقا، قربون شما برم، چاکر شمایی. حال حالا امرتون بفرمایید، من در خدمت شما. جناب آقای حاجی، شما یه پسر دم وقت دارید درسته؟ منم یه دختر دم وقت دارم. میخواستم بپرسم از شما واقعا چه اشکالی داره از نظر شما اگر پسر توی یکی از بهترین برجای تهران یا آپارتمان فوق‌العاده شیک داشته باشه و اون تو زندگی بکنه، یا اینکه سوار یکی از آخرین مدلای ماشینایی که تو شهر هست بشه. ها؟ منظورتون رو نمیفهمم. اصلا خودتون چی؟ شما تو این سن و سال به جای کار باید تو پنت‌هاستون کنار باربیکیو نشسته باشین، مثل لک‌لک‌هایی که از کنارتون رد میشن دست تکون بدین. یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ جناب آقای حاجی جون، شما مدیر عامل این شرکت هستین، کافیه فقط لب تر کنین، اون وقت کلی سرمایه گذار میریزه دم شرکت من. شما لفظشو بیاین، منم شرایطی فراهم میکنم شما تو آخر عمر با خانواده تو جنوب فرانسه یه زندگی کاملا مرفه داشته باشی. ها؟ بفهمید بیرون آقا، بفهمید بیرون. تو مطمئنی؟ بله آقا، همین الان تو دفتر آقای مطلبی نشستن دارن گل میگن و گل میشنون، صدای خندهشون شیش تا ساختمون میره. آقا دفتر خود حاج آقا؟ اینو نگفتم، تازه دخترشون هم آوردن. سوگندو؟ آقا نمیدونی چه نازی میکنه اونجا که بلایی به سرتون بیارم که مرغای آسمون باید گریه کنن. چی فرمودی؟ اون دیشب باید بدونستم که یک کاسه باید روی نیم کاسه باشه، هرچی از این سر ماهروخه. آدم میگه آقای محترم یه دختر خانم متشخص، اینجوری میگه واه بله، اینجوری که نمی کنه. خواهش میکنم بفرمایین، فوقش اینه دیگه. اشکالی نداره بابایی، بالاخره پدر شوهرمه دیگه. آدم این حرفا رو از پدر شوهرش نشنوه پس از کی بشنوه؟ چای نخورده پسر خاله شد برا. بسپارینش به من. من به خاطر روکم کنی این دختر خاله عقب موندم هم که شده، کاری میکنم این پسر مطلبی پاشنه در خونه رو از جا در بیاره از پس که بوده بره. بله بگید بیاد تو. سلام علیکم آقای مهندس، خوبی شما؟ سلامت. سلام خانم، بفرمایید. خوب هستی؟ پس قادر کجاست؟ قادر؟
والا دیشب دوباره با همدیه بحث ما شد. پاشو کرده توی کفش بیگه باید برگردیم بریم شهرستان خودمان. باید اونجا منتظر بمانیم بچه خودش به دنیا بیاد. بعد تازه هم میگه حق نداری بری پیش او دکتره. بری مطب دکتر. ولی من برای شما وقت گرفتم. ببین خواهر من، این دکتر متخصص زنان زایمانه. خیالتون از هر جهت راحت باشه. والا چه بگم، حرف که تو گوشش نمیره آقای مهندس. عشقی بچه پاک دیوانش کرده. میگم این خانم خوب تونش گرمه، قصی بیرون اومدنم نداره. نه مش تقصیر این دکتر علفیه به خدا. میترسانش، میگه این دکترها بچه‌ها میکشن. در این حال بذارید من با این دکتر متخصص یه مشورتی بکنم. حالا که قادر حاضر نیست تو رو ببره پیش اون، شاید من راضیش کردم اون رو آوردم تو رو ببینه، ویزیتت کنه. دوستای خوب من، وقتی در هزاره سوم در کره زمین جایی برای نفس کشیدن ندارید، چه جایی بهتر از کره ما؟ کنار خورشید خانم زیبا میتونید سالهای سال خوب خود زندگی کنید. از خونه هاتون میتونید گلاب بندازید، ستاره ها رو سیف کنید. بچه هاتون روی زمینه خاکی که فوتبال بازی نمی کنن، رو ابرا فوتبال بازی میکنن. و خلاصه این که آرامش داریم. عذر میخوام، امکانات چی؟ امکانات رفاهی چی داره؟ همه چیز مهیاست، همه چیز پیشبینی شده. برجای سر به فلک کشیده با آیفون‌های تصویری، شوتینگ زباله، آسانسور، استر، سونا، همه چیز به حد عالی. بازارچه آنتیک و شیک. خانمای با سلیقه میدونم من چی میگم. خلاصه اینکه مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی در هر تیم ملی. چه امکانات فوق‌العاده و جالبی. آیا همه اینا رایگانه؟ همش رایگانه. در واقع شما فقط پول زمین رو پرداخت میکنید، بقیه امکانات رو از ما هدیه میگیرید. ضمن اینکه به زودی جشنواره سینمایی کره ما راه اندازی میشه، امکان داره جام جهانی 2018 استرالیا رو بریم در کره ماه برگزار کنیم. با آقای حافظی پور برنامه 190 هم صحبت کردیم که مستقیما برنامه رو بعد پخش کنیم. حالا این بله ببخشید، مثل اینکه یه پیغام از کره ماه برای من اومده، میام خدمتتون برسم. لالی شوخان حرف نزن، چرا اینا قابل اعتماد نیستن. ماچی خانم، به ما خیانت کردن، یعنی به ما خیانت شده. چیه باز دوباره قشقرق رو انداختی؟ دوباره کدوم گوشت صدا کرده؟ شما پیشم هر چی رو مسخره کردی امروز به سرمون اومده. همینی خواهر درمون خواب دیده. درست حرف بزن ببینم چی داری میگی. میگی نصف عمرم کردی. ببین هوشنگ و سوگن رفتن دفتر حاج آقا. خب برم، چه ایرادی داره؟ از تو که بخاری بلند نشد، شاید از اون هوشنگ بلند شد. پس نگرفتی چی شد؟ رفتن دفتر حاج آقا مطلبی، سوگن هم به خودش برده. چی؟ سوگن واسه چی رفته رفته اونجا؟ چه میدونم؟ بدون هماهنگی با ما واسه چی رفته؟ دارن زیر پای ما رو خالی میکنن. ببینم الان هوشنگ اونجاست؟ نه، براش به پا گذاشتم. خب تو نگران نباش، سعی کن زیر زیرکی از زیر زبون هوشنگ همه حرفا رو بکشی بیرون. تو من یه فکری بکنم. ما چی؟ میترسم، من به تو میترسم. زبون تو گاز بگیر، برگ برنده با ماست. دریا به به، آقا فقط همین یه قلم جنس رو برای سرمایه گذاری کم داشت. باشه باشه آقای مطلبی. شغل من گاوداریه، واقعا میتونم کره ما یه گاوداری بزرگ را بندازم. طبق آمار به دست اومده اهالی ما علاقه بسیاری به گوشت گاو دارن، چون اعتقاد دارن که زود پزه. رفت آمد اونجا به چه شکله؟ آیا واقعا میشه اونجا شرکت تاکسی رانی خصوصی زد؟ شما میتونید بدون طرح ترافیک و طرح زوج و فرد. و اما در برنامه توسعه هزاره دوم خارجی به ما قول دادن بزرگترین و سریع‌ترین متروی جهان رو برای ما بزنن. البته شرکت واحد هم قولای ما داده. و اما خبری که همه اکنون به دستم رسید، میخوام سورپرایز تو کنم. بکنم؟ بله. آماده این؟ بله. دانشگاه آزاد قرار از یکی از شعب مهم و بزرگی شد در کره ماه دایر کنه.
بدون شهریه. حالا به این فرمالدگی پر کنیم. کیو جای من بشینی؟ جا کدومه؟ این جا و صندلی مال خودمه. بعدم ایمو شریک نیستیم. خیلی خوب، یادم نبود. یادت باشه. کاری کمه که بفهمی نفهمی عصبانی هستی. تو الان کجا بودی؟ ها؟ با ماروخ رفتیم یه کمی واکینگ کردیم، تاکینگ کردیم، این چیزا. شما همیشه موقع واکینگ، تاکینگ کردن دخترتون با خودتون میبرین؟ اشکالی داره؟ اونم باید پس فردا شوهر کنه، با شوهرش واکینگ کنه، تاکینگ کنه، بلد باشه بده؟ جسارتاً در طریقه مطلبی شده محل واکینگ کردن و تاکینگ کردن ها؟ اینجوری همونجور رد میشدی. میدونی من اینقدر دیگه سرگرم این واکینگ و تاکینگ بودم و بر خودم به جان تو حیلی میکردم، نفهمیدم اصلا چجوری همونجور رد شدیم. بابا چه فکرهایی میکنی تو؟ فقط خودتو سیاه کن. اگه بفهمم، فقط بفهمم که به مغزت خطور کرده باشه که دخترت بخواد عروس اون خانواده باشه، اون یه میلی مغزی هم که تو سردیس در میارم جاش یونجه میریزم که شبار روش بربر کنی و حالشو ببری. دیروز جونم، الانم برای تو بای میکنم و حیلی میبرم به جان تو. بازم شما؟ ترسیدین؟ چه جورم؟ الان 16 جای بدنم داره میلرزه. آخه واسه چی افتادین دنبال من؟ برای چی سر من داد میزنی؟ من داد زدم؟ اصلا این چه طرز برخورد با یه خانم محترمه؟ نه یواش یواش دارم یه چیزی هم بدهکار میشم. خب ببخشید. حالا شدی پسر خوب. آقا تشریف میبرین؟ جایی کار دارم شاید برگرم. فرمایش؟ عجله دارین؟ کسی بیرون منتظرتونه؟ میرم دیدن دکتر رعوفی. اگه موردی بود زنگ بزنید. دکتر رعوفی؟ آره، یه کمی هم مضطرب بود رفتنی. خب اون که همون دکتریه که شایانو به دنیا آورده، دکتر خودم. پس طرف دکتر زنان زایمانه؟ نکنه خبری آبجی؟ خجالت بکشی می. شایان راه افتاده اومده مؤسسه که با باباش در مورد اون دختره صحبت بکنه. مطلبی هم خب حتما شستش خبردار شده، رفته باش رو در رو نشه دیگه. چطور بود؟ واقعا فکرش هم نمی کردم یه دختر همچین دست فرمونی داشته باشه. به مایکل شوماخر گفتی زکی. اما یه سوال واسم پیش اومده، شما که همچین ماشینی دارین دیگه چرا سوار مترو میشین؟ شما که میخواستی بیای اینجا خودت چرا اون ایسکا پیاده شدی؟ خب من واقعیتش داشتم از دست شما فرار میکردم. مگه من لولو خورخورم؟ نه ولی خب باید به منم حق بدین، من اولین باره که شما رو میبینم.
هیچ پیش زمینه ای هم راجع به شما ندارم، اصلا شما رو نمیشناسم، حتی نمیدونم اصلا با من چی کار دارین. عجله نکن، به وقتش همه چیز رو میفهمی. این شماره تماس منه، سر فرصت خیلی چیزای مهمی رو برات توضیح بدم. حالا هم برو تا دیرت نشده. باشه، من حتما خدمتتون تماس میگیرم. کمربندتون. ببخشید کمربندشم خراب. خیانت خانم، خیانت به ما، خیانت شده همه چیزم و خوهرته. خواهر من اهلی نرفا نیست، هرچی از زیر سر باجناق خودت. هوشنگ اگه برات به نقشه بکشه دارم نمیسوخ، این نقشه کاملا زنونه است، کار خوهرته. نقشه هر کی میخواد باشه، من نقشه برابش میکنم، مگر اینکه جسد من رد چه بخواد دامادم رو بقافه. دلم خنک شد دریا خانم، تو باشی دیگه آتا دست مامان بابای من ندی که به من سرکوف بزنن. این از دانشگاه قبول شدنت که اونجوری منو چزوندی، اینم از شوهر کردنت. دور دور من دریا جون. پس چرا شایان نمیاد شامشو بخوره؟ امروز بچه اومده بود مؤسسه باید صحبت بکنه، خب تو هم که قالش گذاشته بودی. اگرم بودم هیچ فرقی نمیکرد، این دختره با اون خانوادش به درد ما نمیخوره. خانم بگو این پنبر از گوشش در بیاره. تو رو خدا یه کاری نکن که یه عمر پشیمونی برامون به بار بیاره، ما هم یه بچه رو داریم. شکستی؟ چی شده؟ برای چی قد قیش قرق را انداختی خودر جون؟ اتفاقی نیفتاده، شوهر که برای تو قهد نیست. دکتر نیستی که هستی، کدبانو نیستی که هستی، خوشگل نیستی که هستی، که چرا ناراحتی؟ میده اسم شوهر جلی من نیاریدم، دیگه از هرچی مرد عالم به هم میخوره. ای بابا، همه مردای عالم که بد نیستن، مردم بد و خوب دارن. من حاضرم تمام موهام مثل دندونام سفید بشه، ولی دیگه اسم اون شایان بیاتفه بی احساسه بی قلبم از پشت به من خنجر زده رو نشنم. خیلی خوب، حالا خودتو ناراحت دارم، گریه نکن. اگه اینقدر تصمیمت جدیه باش، ما رو بگو که تلفن کردیم به اونا که به جای اینکه اونا بیان خواستگاری ما پاشیم بریم خونه اونا. راست میگی؟ آره بابا، دروغ هم چیه؟ واقعا؟ باور کن. حالا که اینقدر خب اصرار میکنید، باشه تو شما زنگ بزنید به آژانس، منم سریع برم حاضر بشم. چه از خدا خواسته؟ بفرمایید. سلام خانم مطلبی، من ماه چهرم، مادر دریا. سلام علیکم، احوال شما؟ از احوالپرسی های شما. راستش زنگ زدم یه حال احوالی باهاتون بکنم، بعد راجع به این دوتا جوون باهاتون صحبت کنم. میدونین که این دوتا همدیگر رو خیلی دوست دارن. میخواستم اگه اشکال نداشته باشه بیایم خدمتون تکلیف این دوتا جوون رو روشن کنیم. چرز کنم؟ ببینین، راستش من حاضرم برای دریا هر نوع فداکاری بکنم، برای همینم اگه شما وقت ندارین تشریف بیارین اینجا، ما حاضریم خدمتتون برسیم با دست گل.
خب من باید با پدر شایان اول صحبت بکنم. به هر حال خودتون که بهتر میدونین، معمولا پسرها میان خواستگاری دخترها. همین تعارف هاست که باعث میشه دختر من روز به روز افسرده تر بشه، پسر شما روز به روز جری تر. از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اگه روزه بدین ما امشب میریم خدمتتون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. ببخشید اینجا کجا سلام؟ جای بدی نیست، از ماشین پیاده شیم بریم میفهمی. خب نمیشه اون موضوع مهمی که قرار بود بهم بگین و همینجا توی ماشین بهم بگی. واقعیت پدرم یه مقدار حساسه، زیاد دوست نداره من خونه غریبه ها دارم. خونه غریبه نیست، خونه خودمونه، تازه مامانم هم منتظرمونه. مادرتون داخله؟ خب اینو از اول میگفتین دیگه، مشکل نیست بریم. این کمربندتون آقای گفتم که دختر من جادو میکنه. تصمیم ما عملی شد. خب بگو دیگه بابا، قلبم افتاد تو جورابم، بگو. ببین پسر مطلبی الان خونه ماست. اصلا به جان تو امروز روز ماست؟ همه جوره؟ آقا بلند شده اومده مطب دکتر. هوشنگ جان باز زدی جاده خاکی ها. بابا رفته دکتر که رفته، تو قرار بود رو مخ این یارو کار کنی، اون چی شد؟ خودت نمیدونی دکترش دکتر زنان و زایمانه. دروغ میگی؟ دروغم چیه؟ کارش بیخ بده کرده، بیخ. خدا به سر باشه بلایی به سر رستمم نیارن. بیا بشین آقا، انقدر هرس نخور، طوری نشده که. نمیتانم آقای مهندس، بلایی به سر بچگی هم نیارن. نگران نباش، انشالله همه چی درست میشه. این دکتر رؤوفی متخصص تمام عیاره، حتی اقلش اینه که بهتر از اون مرد که کلاه بردار میفهمه. دستم به دامنت خانم دکتر، دل تو دلم نیست، خوش خبر باشی. چی شو خانم دکتر؟ اصلا بچه در کار نیست آقا. نیست؟ نه. ای داده بیداد، یعنی کجا گذاشته رفته؟ ما که اومدیم خدمتتون که سر جاش بود. شما چقدر ساده اید، گوله یه مش آدم کلاه بردار رو خوردید. اصلا خانم شما باردار نیست. بفرمایید. ممنون. خواهش میکنم. شما خیلی ساکتین آقای دکتر. واقعیتش من خیلی دوست دارم بدونم که چرا از من خواستین بیام اینجا. اون موضوع مهم چیه که میخواین به من بگین؟ من دوست ندارم این موضوع رو با زبون خودم بهت بگم، ولی وقتی میبینم انقدر پسر پاک و صافی هستی، دلم میسوزه به دختری دل ببندی که هیچ دلبستگی به تو نداره و تو عشقش صادق نیست. منظورت از اون دختر دریاست دیگه نه؟ ببینین من خاله دریام، ولی فکر میکنم این اصلا دلیل نمیشه که اون با زندگی جوانایی مثل شما بازی کنه بعد ما همجور بی تفاوت بمونیم. میدونین من اصلا از حرفای شما سر در نمیارم. دریا به اصرار پدرشه که میخواد خودش عاشق تو نشون بده. اونا میخوان با سوء استفاده از موقعیت پدر تو به هدفشون برسن. این دریا میخواد با یه مرد دیگه ازدواج کنه. یه مرد دیگه؟ آره، چون باید به هدفشون برسم، برای همین خودش عاشقتونشون. من بهت پیشنهاد میکنم قبل از اینکه کارت عروسیش بیاد دم خونتون تاییدش کنم. آقا بی خودی در نزن، ایش که اونجا نیست. شما مطمئنی؟ اصلا که ماشین پلیس اومد ای تا گوشش خبردار شد گذشت و رفت، در رفت. باید تو قصه نکن، برو بیخوایی در نزم. دیدی مهندس بدبخ شدیم، دیدی؟
توکلت به خدا باشه. بالاخره کاریه که شده. آقا با چه رویی برگردم شهر ما؟ جواب ندن بابا موچه بدم. حالا منتظره نمشانم. جانه ماهی منتظری. آقا چیه میکنی مرد؟ زشته؟ خانم توی ماشین نشسته داره نگاه میکنه. سلام ماهی جون. چه خبر ماه چهره جون، خوبی؟ چه عجب یادی از فقیر فقرا کردی. راستش داشتیم میرفتیم خونه آقای مطلبینا، گفتم یه حالی هم از شما بپرسیم. خونه آقای مطلبی؟ خب آره دیگه، نمیدونی از دیروز سالا چقدر زنگ زدن تو دعوتمون کنن. یه بار خودش زنگ زد، یه بار مادرش زنگ زد، یه بار داداشش زنگ زد، 10 دفعه بهمون تلفن کردن. چه الان داریم میریم اونجا. سوگن جون، مادر اون شماره که افتاده بود رو تلفن ما، نگو تلفن منزل آقای مطلبی اینا بوده که ما جواب ندادیم. آخه میدونی چیه ماهی جون؟ شما رو تلفنی دعوت کردن، ولی ما رو خود پسر آقای مطلبی پا شده بود اومده بود اینجا، میخواست زوری ما رو ببره خونهشون. داره دروغ میگه این شنگ. وا، پس کارتون به اینجاها کشیده. دعوت از ما عوضش خیلی فامیلی و دوستانه است، برای که امشب قراره دریا جون و شایان جون با هم حرفاشون رو بزنن، حرفاشون رو با هم با بکنن، وصلت بکنن انشالله. میخواییم شیرینی بخوریم. نمیدونم جوانای این دوره چرا اینجوری شدن، هر روز یه تصمیمی میگیرن. آخه میدونی امروز پسر آقای مطلبی، شایان، آقای دکتر اومده بودن اینجا، رسما از سوگند خواستگاری کردن. دکتر چه به سوگند؟ اون که حتی سیکلم نداره، حتما با تو شوخی کرد. حالا تا قسمت چی باشه ماهی جون. میدونی ما خیلی هم دست و پامون واسه اینجور پیشنهادها نمیلرزه. اصلا سوگن خیلی خوشش نیومده بود از این پسره. بمیرم رایی، بچه‌م فقط مراعات دریا رو میکنه. آخه اون هم یه دونه خواستگاری که بیشتر نداره که، اجتماعی که نیست. بمیرم رایی، یه پره گوشتم که نداره. حالا دیوانه یا؟ چرا قطعش کردی حالا؟ قطع کرد. شایان چیه؟ قهر کرده؟ خیلی وقت سرصدا ازش نیست، میترسم بلایی سر خودش آورده باشه. طوریش نمیشه. شایان بیا، میخوام باهات حرف بزنم. دیر به فکر افتادی بابا جون، خیلی دیر. بالاخره موفق شدین، به همه آرزوهاتون رسیدین. بچه بیا بیرون، میخوام باهات حرف بزنم. یه مرد واقعی که با هر نسیمی از پا نمیفته. دریا داره میره با یه نفر دیگه ازدواج کنه، به اینم میگی نسیم؟ این حرفا چی از خودت در آوردی؟ دریا با خانوادش امشب میان اینجا، میخوام با پدرت حرف بزنم. دریا داره میاد خواستگاری من؟ لوس. دریا اولین عشق مرا بودی، دنیا دم به دم مرا کازوردی. میگم خوب این پسر رو گذاشتی سر کارا، ببین چه آوازی دارم. نقشه خوبی بود. راستی راستی فکر میکنه که خانواده دختره دارن میان خواستگاریش. خب راست راستی دارن میان خواستگاری بچه‌م دیگه. دست بردار اکرم، من که بچه نیستم. دروغم چیه؟ به جون شایا. یعنی واقعا اونا دارن میان خونه ما؟ با اجازه کی؟ حالا برای چه اینقدر عصبانی میشی؟
فوقش بهشون جواب رد میدی. من به شما گفتم پا تو خونه این کلاهبردارا نمیذارم. اون وقت شما اجازه دادی که اونا بیان تو خونه من؟ ای اومدن؟ بفرمایید. به 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 چی پروره شدی مادی جون؟ ایول آوردم باریکلا حلالت باشه. بله و جناتشون که به پدرشون رفته، حالا باید ببینیم این دوتا ازشون چی در میاد. حالا با اجازه موتی جون با اجازه ایشون بریم سر اصل مطلب. شیرینی رو بگیر ازش یادت نره. موشن مطمئنی؟ خونهشون اینجاست؟ باز به کنکاشه من شک کردی. با اجازه موتی جون این دو تا کفتر عاشق برن تو حیاط یه خود بغبغو بکنن، حرفاشون رو با هم بزنن، ببینیم به کجا میرسه. کجا؟ کجا؟ خیلی خوب همینجا بشینین همینجا بشینین حرفاتون رو بزنین. هیچ کی اینجا غریبه نیست. بله همینجا بغبغو کنید. سوگم بیا بزن جهات هم خوب شده امشب. مرسی از کمپلیمانت. سلام خانم، ببخش مزاحمتون شدیم، ما اومدیم خواستگاری آقای دکتر پسرتون. شما؟ ماهرخ خانم و آقا هوشنگ. کیه خانم؟ ماهرخ خانم و آقا هوشنگ. میگن برای خواستگاری پسرتون اومدیم. این دفعه اینا شمشیر رو بستن، من میدونم با اینا. صبر کن ماهرخ، صبر کن الان نشونه. بهش بگو بایش من اومدم. بیا همینو میخواستی؟ من هیچ حرفی با تو ندارم. بابا به خدا داری اشتباه میکنی. من اصلا رو همم خبر نداشت خالم اینا به تو نظر دارن و میخوام بیان خواستگاریت. من دیگه به هیچ کدوم از حرفای تو اعتماد ندارم. پس یه دفعه بگو میخوای با سوگند عروسی کنی دیگه. من تازه دیشب حرفای بابامو فهمیدم. هم تو همون سوگند فقط به خاطر باباهاتون افتادین دنبال من. ولی کور خوندین، چون بابای من نه دنبال پول هارون بوده نه هست. الو بله بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام، من مدیر عامل شرکت ماگستر شرق هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. هوشنگ هستم، مدیر فروش ماگستر غرب. امرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمت گذاری حاضرم بنده. اگه مایل به خرید زمین در کل ما هستید فقط با ماگستر شرق صحبت فرمایید. دوست گرامی، ماگستر غرب تنها نماینده شرکت اصلی واگذاری زمین‌های کره ما در کل خاورمیانه است. ماگستر غرب غلط کرده از این حرفو میزنه. ماگستر شرق خودش تو عمری غلط کرده. چه؟ ببین من داغ این زمین رو داد میذارم. مال این حرفو نیستی بده بابا. نگاه کن اگه راستی که پا داده این بر. اگه تو جرعت داری ها یه چپس با تو بذاریم برای خط، تو بهت بگم دنیا دست کیه. تو یه چپس با تو نیمتر. ببین ای راست میگی تو بل. خانم آشی بفرما. دیدی با موشتم یه چپس ها باز
حالا تو اگه راست میگی تو اول پا تو یه ذره بذار این بر بیا اینم دست باز میزنی؟ آره من میدونم حالا بزنه چی بگم ای بعد بخی زندری برو معروف بگو بدو باید خدمت اعضای هیئت مدیره محترم عرض کنم که بنده تحقیقات زیادی پیرامون شرکت ماه‌گستر خاورمیانه مبنی بر پیش فروش زمین‌های کره ما انجام دادم. حتما مستحضر هستین که شرکت مزبور طی نامه‌ای از شرکت ما تقاضای وام کرده تا توی این زمینه سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه نه تنها شرکت نام برده بلکه مرجع اصلیشون که مرکزش در کشور سوئده سند و مدرکی مبنی بر مالکیت زمین‌های کره ما ارائه نکردن. چه برسه به اینکه بخوان اون زمین‌ها رو پیش فروش بکنن یا اینکه بخوان انبوه سازی کنن و اونو در اختیار عموم قرار بدن. از این گذشته من خودم دیشب با سایت شرکت دیگه روبرو شدم که میخوان یک مجموعه هتل‌هایی رو در کره ما ساختش رو شروع بکنن و از همین الان پیش فروشش هم آغاز شده که میتونم با قاطعیت بهتون بگم این واقعیت نداره و از بن و ریشه کذب محض و بیشتر به یک کلاهبرداری اینترنتی شبیه. میتونید نتیجه تحقیقات رو مطالعه کنید. خیلی عجب. تو واقعا میخوای خودتو وارد بازی این پرونده کنی؟ آره به اندازه کافی اسناد و مدارکم کامله. اگه لازم باشه هر جفتشون رو به پلیس معرفی میکنم. پلیس که نمیتونه در رابطه با فروش زمین‌های کره ما برای کسی تصمیم بگیره یا کسی دستگیر کنه. چرا نمیتونه؟ اتفاقا شنیدم پلیس یه بخشی رو اختصاص داده به جرایم اینترنتی. ضمن اینکه این دو تا باجنا تو روز روشن دارن از مردم کلاهبرداری میکنن. بالاخره یه جا باید جواب بگو باشن دیگه. سلام خانم. آقای متعلق. اون خانم دوباره اومده بود اینجا پیتون. کدوم خانمه؟ چرا خودتونو میزنین با اون را؟ همونی که چند روز پیشم اومده بود پیشتون. تنها اومده بود یا کسی هم باهاش بود؟ تنها بود. در ضمن پیغام داد که حتما باهاش تماس بگیره. طفل معصوم برای بچه دار شدن چقدر باید زجر بکشه؟ پس حدسم درست بود. طرف بارداره. مطلبی جان. نمیای دیر میرسیم ها؟ الان میام. سیمین جون. این موضوع بین خودمون بمونه. فعلا به کسی چیزی نگو. این بنده خدا آبرو دارن ها. من بعدا همه چی رو واسهتون تعریف میکنم. عجب پر رویه. انگار نه انگار من خواهر زنشم. خیانت؟ چه خیانتی؟ اصلا شما کی هستی؟ یه دوست که نمیخواد مطلبی بیشتر از این تو درد سر بیفت. ببینید آقا من شوهر خودم رو خوب میشناسم. خوبم میدونم اهل هیچ کدوم از این حرفا نیستش. اینم میدونم که زیادی دشمن داره. از ما گفتن فکر میکنم چند سبای دیگه که اون بچه به دنیا بیاد خودتون خوب متوجه میشین که دوست کیه دشمن کیه و متاسف و متاسف خواهید شد ولی دیر خواهد بود. سلام علیکم. سلام سیمین جون. منم. ماجرای این زنه چیه؟ ببین اکرم جون اون دفعه بهت هشدار دادم به خرجت نرم. کار به جایی رسید که آقا چند دقیقه پیش تو روی من وایسادی میگه در مورد این زنه به اکرم چیزی نگی یا اینا آبرو دارن. پس مطلبی واقعا زن گرفته؟ کجای کاری؟ طرف بچه دارم شده. هر روز هر روز بالا میشه میاد شرکت. بگو بی خود نیست آقا بلند شده رفته مطب دکتر رئوفی. نگو خبراییه. الهی قربونت برم. تو نمیخوا خود تو ناراحت کنی یا خودم در توی قضیه رو در میارم. مگه علکیه؟ مگه من میذارم زندگی تو به باد بره؟ ببین سیمین جون شایان و من بعدا خودم به زنی میذارم. خدا سلام عجب احمقی واقعا دیوانه شده. چی بگی واسه شو داری اینقدر راه میری؟
آقای مطلبی زیرابه ما رو توی یاد مدیره زده. اگه رو پروژه ما کار میکردن میدونی چه پروژه ما میمد؟ ها؟ الان باید کار رو پرزنت کنیم، نفر به نفر توضیح بدیم آیا بشود یا نشود. حالا باید چی کار کرد؟ نمیدونم آقای، خودم هم نمیدونم. ما کلن تعداد سرمایه گذارمون به اندازه انگشته دو تا دستمون نیست. اگر اینقدر حجم سرمایه گذاری کم باشه، وقت اون شرکت اصلیه واگذار کننده یه زمین ها ما رو اصلا تو وزایده شرکت نمیده که. خدا لعنت کنی هوشنگو، هر چی میکشن از اون میکشن. خدا لعنتت کنه سیروس، هر چی میکشم از دست توه. تا دیروز به این آقای مطلبی باید خواهش میکردیم چند تا این سرمایه گذارش رو به ما معرفی کنه، حالا باید نگران باشیم که مبادا برام پرانسازی کنه. عجب دیوانه ایه. اصلا من یه پولی گذاشتم کف دست آبدارچیشون که هر وقت که من دلم میخواد برام خبر ببره و بیاره. اونم میگه وقتی که داشته چای میبرده توی جلسه مطلبی اینا، مطلبی خودش برگشته گفته پرونده تحقیقاتیشونو در مورد شرکت ما میخوام بدم به این کمیسیون مسئولای قضایی. چی فکر میکردیم چی شد؟ حالا راستی راستی میخوای تحویل پلیسشون بدین نه؟ آره، اگه لازم باشه این کاری میکنم. امروز توی یکی از این روزنامه ها خوندم سردستی یکی دیگه از این شرکت های هرمی فراری شده. میدونی چه سرمایه هایی رو اینا بالا کشیدن؟ چه زندگی هایی رو متلاشی کردن؟ تو چرا چیزی نمیخوری؟ میل ندارم. تا چرا انقدر دلگیری؟ چیزی نیست. دنباله چی میگردی آخه تو دیگه؟ دنباله تو میگردم این تو؟ دنباله من؟ اصلا فکر میکردی مطلبی جناب آقای حاجی یه همچین کاری بکنه؟ بفرما. اه 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 اه. عجب نامردیه تو ببینی. دیدم این همه آدم دم دفتر جمع شده بودن؟ چه واسه پای پلیس هم اومده باشه وسط. اگه دیر به جنبی ما جفتمونو زیوب گرفتن و زیوب فرستادن و لفتونیم، بهترین موقعیتی که از تهران بزنیم بیرون، بریم بیرون یه گوشه بشینیم ریلکس فکر کنیم. میدونی
فکر کنیم فکر کنیم فکر کنیم دی بست ایدمونو بدیم رو. بابا دست بردار. اگه اون شب تو نامردی نمی‌کردی نمی‌اومدی اونجا، الان شایان داماد من بود، اینا هم تو روزا به شامل می‌شد. پسر خوب، شایان صبحش تو خونه من بود، حرفش تو خونه من بود، زن و بچه من they was talking about him مدام. وقت سرکارالی برداشتین یک ناروی دولوکس بسته‌بندی کردین و شب ویپ خواستگاری دریا نمیخواست، ولی بعدش که سوگند رو میخواست. بعدش ببین، بعدش مهمه. ببین به اصلا من نره. خب من اگه عصبانی بشم من میدونم با تو اینجوری اصلا حرف نزن، اون روم بالا میاد دوره چنگت میزنم. اون دفعه هم گاز گرفتی قصر در رفتی، ولی من میدونم با تو گاز گرفتم که بودو بودو رفتی شکایت کردی دیگه. بایا بزن قایم شو بابا، بایا بنام بابا. اصلا کچه اولت بو میدونی، اما همینا برو هلوفتونی هلوفتونی تو من تو هم بکنم میبرم آخه سیرو سیر. بیا بردیم تومونه بریم یه شو قایم بشیم حداقل. میگیرن و میبرنم اون هلوفتونی ها. بروی تو من که نیستم. بیا بالا دست بده من. بیا بالا بی دریم قربونت برم. من خودم میام باکرم، من خودم میام باکرم. بیا جونم بازم خنم کردی؟ بیا بابا آقا وزیفه ما بود خیلی من برسیم گلم گرفته بودیم. فرقی میکنه روشون بالاخره کوچیکتری گفتن بزرگتری گفتن دست بسیم. ما همینه که دوره هم باشیم دی. اصلا ما چرا باید اجازه بدیم یه مرد غریبه بیاد رابطه ما رو اصلا صحبت شما میگیم اصلا داماد شما بود تا آخرش داماد شما میمونه. نه شایان باید داماد باجونق من باشه. دریا میگه بله قابل شما رو نداره، همش مال شما. با این چه حرفیه دریا جون؟ اینجوری حرف نزن که دلم میشکنه ازت. شایان برازنده توه، پیشکشتون، برش داریم ببریم. نشد مال شما، خودم بعدیم ببریم. حالا برداریم انصاف نکرده براش یه آپارتمان بگیره، براش داشته آورده مسافرخونه. آخه به قادرم میشه گفت مرد آدم زن جوانشو ول میکنه گوشه مسافرخونه و میذاره میره؟ به من میگه تو آبرو واسه من نذاشتی به خاطر نازا بودنه، به برگشتن به شهرستانم ندارم. پس الان کجا گذاشته رفتی؟ من چه میدونم، به من که جوابی نمیده. از وقتی او دکتره بهش گفته بچه ای در کار نیست ول کرده رفته، هیچ حرفی هم نزده. بی غیرت. خیلی خوب، شما به جای مسافرخونه چند روز رو پیش خانم سلامی بمون تا ببینیم دکتر رؤوفی چه راهی جلو پامو میزنه. آخه آقای مهندس، آخه نداره، شما که غریبه نیستین، فامیلی. خدا شاهد من به اصرار خانم سلامی چیزی به همسرم نگفتم، وگرنه شما رو میبردم پیش خودمون. خدا خیرت بده. میگم بهترین کار فرار بغل کردنه. اینجوری آبا که از آسیاب به افتاد برمیگردیم یه بیزنس جدید را میندازیم، حالشو میبریم. وقت همگی با هم حالی میکنیم. من که حاضر نیستم به این زودی تسلیم شم. شما خیلی زود عقب کشیدیم. منم با ماهی موافقم. آقا ما یه قراردادی بستیم با یه شرکتی اون طرف آب که زمیناشو بفروشه، همش هم قانونیه. حالا اگه یه کسی پیدا شده ادعایی داره در ارتباط با زمین‌های کره ما سند رو کنه. به نظر من که میشه به راحتی مطلبی رو سر جاش نشوند. هم میتونیم ماجرای دو زنه بودن آقا رو واسش پاپوش کنیم، همین که به وسیله دریا جون میتونیم پسر رو برای باباش قرار بدیم. مگه مطلبی دو تا زن داره؟ بعد نمیدم جناب آقای مطلبی مگه دو تا زن داره؟ بله. همراهی خود
شوهرت شرم و خورده حیا رو قورت داده. پاشو تو از اون خونه بیا بیرون. دیگه جای تو اون خونه نیست. به من میگی اونجا چه اتفاقی افتاده یا نه؟ مطلبی داره زن جدیدش رو با خودش میاره خونه. بیا بیرون. خدا از برداری کمتون نکنه. دستون درد نکنه. خواهش میکنم وظیفه ما انجام بدم. خواهش. شبتون بخیر. شب بخیر. سلام. سلام. کجا به سلامتی؟ دارم میرم جا برای اون یکی باز شه. اکرم. سلام. سلام بابا. پس چرا شما برگشتین؟ من یه قرار بود بر نگردم. مادرت کجا رفت؟ بعد اینکه تلفن زنگ زد رفت حاضر شد که بیاد بیرون. من فکر کردم شما بهش زنگ زدی. ماشین خاله سیمین بودا. تا حالا اینقدر اکرم و عصبانی نیده بودم. من میرم دنبالش و میرم قضیه چیه. تو برو تو خونه. باش. چه خبره اینجا سیروس؟ انقدر میان میره. خیلی شروع پلوغه. برای میگم میدونیم بهترین موقع است برای اینکه زنگ بزنیم به شایان. خب به همین برنامه بکشیمش بیرون. چه کارش کنیم بعدیم بریم؟ دریه یه زنگ بزن. یه زنگ بزن. آفرین. زنگ بزن به شایان. این توبه میری دیگه از اون توبه میری یا نیست دریا خانم؟ بر نمیداره. من میگم میخواییم بزنیم واسه یه موقعیت دیگه؟ شاید تلفن منو جواب بده. چی میگی؟ چی از جون من میخوای؟ سلام، من سوگندم. خب سوگند باش، فرمایش. دوست داری شوهر آینده دریا جونو کنارش توی رستوران در حین شام خوردن ببینی؟ واسه من یکی دیگه جذابیتی نداره. باشه، من جلوی خونتونم. گفتم شاید برات جالب باشه عشق سابقه تو بهتر بشناسی. من دیگه به دریا فکر نمی کنم. شایان شایان خودت بگم ما خودمون از این وضع راضی نیستیم. کافی بود بابای شما زیر اون ورقه امضا میکرد درخواست ما رو. کافی بود. حل بود. بازنده هستی اونه نما. تازه اگه تو اون مؤسسه بپیچه که بابای شما جز شما مامان جونتون یه مامان دیگه و یه بچه تو رایی داره چه شود؟ تازه از اون بدتر اینه که
ما مجبور شیم به تو مخدره بزنیم. وای وای وای، ما اگر تست اعتیاد از پسر آقای رئیس مؤسسه سرمایه گذاری بگیرم، وای وای وای، میگن معتاده. بله، فقط کافیه یه امضای خوشگل زیر ورقه ما بندازه، همه چی به خوبی خوشید برنگه تا جای اولش. الو. الو اکرم. سلام آقای مطلبی، من دریا هستم. این مسخره بازی ها چه معنایی داره سیمین خانم؟ سلام. هیچ می‌دونید دیشب تا حالا خواب به چشام نیامده؟ شما اینجا مدیر من هستین، احترامتونم واجبه، ولی قرار نیست سر خواهر من هوو بیاری منم ساکت بشینم. هوو؟ این مزخرفات چه به هم می‌بافی؟ بایدم انکار کنین، منم جای شما بودم انکار می‌کردم. حداقل چند بار جلوی چشای خودم اومده دفتر دیدنتون. این هیچی، دیشبم خودم دم از مسافرخونه سوارش کردیم بردینش خونه. اینو که نمیتونی انکار کنی. وای. تو چی کار کردی سیمین؟ تو چی کار کردی؟ اون زن از همه جا بیخبر از اقوام خانم سلامیه، همسایه طبقه پایینمون، که شوهر بیقیمتش دو این شهر درندش ولش کرده و رفته. تو چی کار کردی سیمین؟ توقع دارین همین جوری حرفتون رو باور کنم؟ من باید برم پیش خانم سلامی تا بهت ثابت بشه که دوچار سوء تفاهم شدی. یالا نا بیافت. رفتن؟ بله، پیش پای شما تماس گرفتن و گفتن که میرن بیرون. نگفتن کجا میرن؟ من کار واجبی باهاشون دارم. نه خیر. بله بفرما. چی خواهش میکنه؟ الو بابا، اینا من گروگان گرفتن. چی؟ الو شایان، درست حرف بزن ببینم چی شده. این نتیجه یک کارای یه پدر خودخواهه. ببینی آقای مطلبی، شما کی هستین آقا؟ چی از جون ما میخواید؟ فقط یه امضا، یه امضا خوشگل پای برمه. خوب گوش کن ببین چی میگم آقای عزیز. کاری نکن پلیس رو در جریان بذارن. بنابراین شما پسر منو رها کنید، منم سعی میکنم خیلی چیزا رو نادیده بگیرم. نگو نگو، بدنم لرزید. وای وای وای، میترسم. ببین آب که از سر گذشت چه یک وجه چه صد وجه، این مطلب مسخره که تو روزنامه دادی همه این مشتری رو به جون ما انداخت. اگه یه بار دیگه این کارو بکنی یا پرونده تو جرم بکنی، اینقدر مخدر تن بچه تزریق میکنی که حتی پلیس هم باورش نشه برای ما بوده. فهمیدی؟ الو الو، چی شد؟ من همچین اجازه ای ندارم. به خدا پای مرگ و زندگی پسرشون در میونه، وگر من قصران نمی کردم. اصلا شما موبایلشون رو بگیرین، حرفای من خودتون انتقال بدین، خوبه؟ حالا باید چی کار کنیم؟ باید بریم سراغ پلیس. پس شایان چی؟ تو واقعا فکر میکنی من زیر بار حرف زور میرم؟ نمیذارم این کلا بردارو حرفشون رو پیش ببرم. خودشونن؟ نه، از مؤسسه است. بفرمایید. حاج آقا مطلبی، ببخشید. یه خانومی اومدن اینجا و میگن که یه کار حیاتی در مورد آقا پسرتون دارن. گوشی بدم خدمتشون؟ خیلی خوب، گوشی رو بده بهش.
بله یه لحظه. سلام آقای مطلبی، من دریا هستم. اینطور که پیداست شما ها زدین به سیم آخر، درسته؟ عذر میخوام ولی اشتباه میکنید آقای مطلبی. من دیشبم بهتون زنگ زدم که آدرس خونمونو بدم تا شایون از دست بابام اینا نجات بدین. اینم جزئی از بازیتونه؟ نه به خدا، من شایونو با دنیا هم عوض نمی کنم. در مورد تهدید بابام اینا خیالتون راحت باشه، اونا فقط یه سرنگ از دلسه پر کردن تا فقط شایونو باش بترسونن. چجوری میتونم به حرفتون اعتماد کنم؟ من به خاطر نجات جون آدم ها رشته پزشکی رو انتخاب کردم. من اصلا طاقت دیدن آزار اذیت هیچ آدمی رو ندارم، چه برسه به شایان که به عنوان همسر آیندم انتخابش کردم و دوستش دارم. چه بویی؟ چه عطری؟ از همون برنجای قدیمیمونو دیگه ها؟ آره هنوز یه مقدارم داریم. پس این برای بچه ها کجا؟ شایان این غذا یخ کرده. کجا شما؟ به 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 چه کردیم؟ ای خدا که می شما دستپخت دریا خانم هم بخوریم. حالا چه عجله داری بابا جونم؟ آسیاب نوبه دستپخت من هرچی باشه ها به گرد پای دستپخت مامان اکرم که هیچ وقت اختیار داری مامان اکرم آزمایشاشو قبل از یه کرده بیانه مرد به شروع کردی؟ شوخی میکنم با هات من برم ببینم این مرد خوشبخت کیه که مادر زنش دوستش داره. از کجا معلوم مرده؟ بعیدم آقا قادر خوش غیرت؟ چه عجب از این طرف ها؟ شرمنده هم نکنید آقای مهندس، به اندازه کافی عرق شرم ریختم. آمدم ازتان هم تشکر کنم هم خداحافظی. خدا پدر و مادر خانم دکتر رؤوفی را بیامرزه، زنم را نجات داد. ببین قادر جان، من و دکتر رؤوفی و دیگران همه وسیله ای، فقط خدا را شکر کنم بدون تو هر کارش یه مصلحت و یه حکمتیه. بعد کلی آزمایش دوا درمان که از زمان گرفت معلوم شد که ایراد از زنم نبوده، از جای دیگر بوده. برای همین باید برگردیم تهران برای مداوا. پس قرار شد طعم پدر شدن رو بچشی. اگر خدا قسمت کنه، خانم رؤوفی قولش را بهمون داده. هر چه بخواهی نهان می شود، هر چه بخواهد همان می شود. Yeah.